سلام، دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا میکنید. قبل از اینکه بگم که موضوع ویدیو این هفته چیه، اولا عذرخواهی میکنم که تقریبا 3 هفته نبودم، یه سری کار داشتم که باعث شد که نتونستم ویدیو بسازم، یکم سرم شلوغ بودش، اما دوباره برگشتم و با این ستاپ جدید که خیلی باش حال میکنم، خیلی با این ستاپ حال میکنم. با این ستاپ جدید برگشتم و میخوام که یه سری ویدیو جذابتر درست بکنم. موضوع ویدیو این هفته اینه که چطوری میتونید بازیایی که روی موبایل دارید تجربهشون میکنید، مثل بازی پرطرفدار، مثل پابجی موبایل، مثل کال آف دیوتی موبایل، این بازیایی که خب من میدونم که خیلی همه دور و بر من هم بازی میکنن، خیلی پرطرفداره، اما شاید واسهتون جالب باشه که این بازی ها رو بیاید روی پی سی در واقع تجربه بکنید. بماند که حالا پی سی که دارید روش این پلتفرم رو در واقع پیاده سازی میکنید، حتما باید به قول معروف پی سی جونداری باشه، بشه این کار رو روش انجام داد، سخت افزارش قوی باشه، حداقل نسبتا قوی باشه که بتونید این کار رو انجام بدید. و برای این کار نیاز دارید که یه سری ایمولیتور نصب بکنید که اینو تو ادامه ویدیو بهتون میگم. من مسعود هستم و این چنل بی پرو هستش. ازتون ممنونم که چنل من رو تماشا میکنید، چنل من رو سابسکرایب میکنید. ازتون میخوام که لایک و کامنت رو هم فراموش نکنید، چون اینجوری خیلی به من حمایت میرسونید و من رو کمک میکنید. حالا بریم سراغ این که در واقع این ایمولیتورها چجوری این کار رو انجام میدن، چجوری نصب میشن و چجوری تعظیماتشون به چه صورت هستش. خب ایمولیتورها یک سری در واقع نرم افزار هستن که بستری فراهم میکنن که شما بتونید اندروید رو روی پلتفرم ویندوز و حتی مک پیاده سازی بکنید. از معروفهاش یکیش بلو استکس که من توی این ویدیو قصد دارم بلو استکس رو معرفی بکنم. گیم لوپ و ناکس هم هستش که توی ایران استفاده میشه. من خودم با بلو استکس بیشتر حال میکنم، به خاطری که هم اسموت‌تره، هم گرافیک بهتری داره، هم خیلی مچ‌تره با سخت افزار، چون خیلی قدیمیه. من تجربه‌ای تقریبا ازش حدود 5-6 سال پیش هم داشتم، اون موقع انقدر پیشرفت نکرده بود. بماند که همه ایمولیتورها که نمیتونیم بهشون بگیم شبیه ساز، به خاطر اینکه در واقع یک اندروید واقعی رو دارن روی پلتفرم ویندوز پیاده سازی میکنن و ازش کار میگیرن، به خاطر همین از همون واژه ایمولیتور من تا آخر این ویدیو استفاده میکنم. اینم بهتون بگم بچه ها، ایمولیتور هایی که استفاده میکنید جدیدن اکثرشون برای گیم کاستوم شدن. حالا یه سری ها به من یه خورده انتقاد کردن، گفتن نگو استیکر، یه سری کلمات قلمبو سلمبه به کار میبری، سفارشی سازی شدن. به خاطر همین الان من بلو استکس رو هم که باز کنم میبینید که محیطش یه جوریه که انگار برای در واقع گیم سفارشی سازی شده، ولی شما میتونید نرم افزارهای اندرویدی رو هم در واقع از روی استور در واقع گوگل پلی استور داخلش بگیرید و اینستال بکنید. حالا بریم سراغ این که بلو استکس چی و چجوری کار میکنه. این الان محیط در واقع بلو استکس هستش که من دانلود کردم و نصب کردم. خیلی وارد حاشیه دانلود و نصبش نمیشم، به خاطر اینکه خیلی ساده است، خیلی راحت تو گوگل سرچش میکنید، دانلودش میکنید، نصبش میکنید. نصبش هم که خب نکس فینیش دیگه، خیلی داستان خاصی نداره. وقتی واردش میشید، وارد یه همچین محیطی میشید که در واقع گیم سنترش هستش. من اومدم بازی مورد علاقه خودم روی موبایل رو که پابجی موبایل هستش رو نصب کردم، که در واقع نرم افزارهایی که ما نصب میکنیم میره توی قسمت مای گیمز. قبل از اینکه بریم سراغ بازی و کنترلرهای بازی رو ببینیم، این گوشه یه دونه تولبار اصلی داره که اینو من بهتون یه توضیحی بهتون بدم. یه فول اسکرین داره، تنظیمات صدا هستش، تنظیمات موس هستش، تنظیمات کنترلر هستش که هم میتونه کیبورد باشه، هم میتونه کنترلر کنسول باشه، PS4، Xbox میتونید روش سوار بکنید. اگر این ایمولیتورها یه ویژگی خیلی خوبی هم که دیگه دارن، مینه بهتون بگم، اگر شما برنامه نویس اندروید باشید، نرم افزارهاتون و اون
APK که در واقع می نویسید که در واقع فایل فرمت نصبی اندروید هستش رو در واقع میتونید اینجا بروز بدید و بیارید توی این محیط نصبش بکنید، دیباگش بکنید، ببینید که درست کار میکنه یا نه. یه سری تنظیمات هم داره مثل شات اسکرین گرفتن، ریکورد کردن، اینکه این شات اسکرین و این ریکورد در واقع توی این گالری قرار میگیره، اینکه چند تا پنجره بتونید باز بکنید. این گزینه که اینجا میبینید این مولتی اینستنت منیجر هستش که در واقع شما ممکنه که دو تا پروفایل مختلف از بلو استکس داشته باشید و این دو تا پروفایل رو در واقع توی مولتی اینستنس منیجر قرار میدید و از طریق اون لود میکنید. مثلا من 64 بیتیش رو الان لود کردم، در صورتی که 32 بیتیش رو هم دارم. بعد از اون اونجا توی این سه تا نقطه حتی میتونید مثلا اون اکت شیک موبایل رو بهش بدید اگر لازم بود و روتیت بکنید، بریم وارد ستینگ بشیم. اینجا تنظیمات رزولوشن تصویر هستش همونطور که میبینی و خب حالا اون 320 دی پی آی که من تنظیم کردم و 1920 در 1080 تنظیمات صفحه نمایش من هستش. وارد انجین بشیم، اینجا اون قسمتی که شما میتونید تنظیم بکنید که با چه انجینی گیم درایو بشه که من با اوپن جی ال گذاشتم. این قسمت هم که قسمت ادوانس هست شما میتونید سیموله کنید که شبیه در واقع چه موبایلی باشه یا چه تبلتی باشه و حالا گزینه‌های دیگه که روش کار بکنید خیلی راحت دستتون میاد که حالا چه تنظیماتی داره. VPN رو میزنیم و میریم سراغ این که پابجی رو رام بکنیم. امیدوارم که به مشکل نخوریم و حالا بعد از اینکه پابجی باز بشه بچه‌ها میتونم بهتون نشون بدم که کنترلر های بازی رو چجوری میتونید تنظیم بکنید. من خیلی سریع البته نمیخواد، میخواستم هدفون بزنم که بیخیالش میشم. به مثل اینکه بازی روی ایمولیتور ران میشه من یه F11 بزنم که تصویر فول اسکرین بشه. خب به مثل اینکه بازی لود میشه اینجا یه پیام به شما میده که شما دارید روی یه دونه ایمولیتور بازی میکنید، یعنی یک ایمولیتور تشخیص داده شده و شما فقط با پلیرهایی پیر میشید، با بازیکنایی در واقع هم دسته و هم بازی میشید که اونها هم دارن از ایمولیتور بازی میکنن و بازی در واقع پلیرهایی که روی موبایل هستن اینجا با شما هم دسته نمیشن. این یه مورد. بعد و اینکه توی ایمولیتور شما موقعی که میخوای مود بازی تو انتخاب بکنی، یعنی که بیای مثلا به یکی ترد پرسن بازی کنی یا فرست پرسن بازی بکنید، روی فرست پرسن یعنی اول شخص وارد بازی نمیشه، به خاطر همین خیلی دست و پا نزنید. خب روی ترد پرسن وارد بازی بشید، داخل بازی به شما اجازه میده که سویچ بکنید. من چون خودم به شخصه خیلی علاقه دارم که فرست پرسن بازی بکنم و اول شخص بازی بکنم، خیلی اون چیت کردنهای سوم شخص رو توی بازی پابجی دوست ندارم، یه جورایی خیلی فیر پلی بازی میکنم، به خاطر همین میرم داخل بازی و اونجا در واقع سویش میکنم روی اول شخص. من از محیط برنامه بیام یه دقیقه از محیط برنامه بیام بیرون. بچه ها قبل از اینکه وارد بازی بشم اینجا یه دونه من تصویری که هم بکشم این برتر،
اینجا شما یه دونه علامت سوال دارید توی تولبار اصلی نرم افزار که اگر ببندیدش اینجوری بسته میشه، ولی اگر بازش بکنید تمام کنترلرهای بازی رو، یعنی سفارشی شده واسه همون بازی، اینجا بهتون نشون میده که میتونید ادیتش کنید هرجور که دوست دارید، کیبوردتون رو تنظیم کنید برای بازی و سیو رو بزنید. من کنسلش میکنم چون با همین تنظیماتی که خود بازی داره اوکی هستم، به خاطر همین الان این کنترل رو اینجا میبندم، اسم پنجرهش هم کنترلزه، اینجا میبندمش، برمیگردم تو محیط بازی و استارت رو میزنم رو همون مودی که انتخاب کرده بودم، وارد بازی میشم چقدرم سریع و فول اسکرینش میکنم، میتونم فول اسکرینش هم بکنم. اوپس، منتظر میشیم بازی لود بشه تا یکم راجع به کنترل هاشم صحبت بکنیم. سعی کردم که یه جورایی خیلی توضیح ندم و بیشتر دنبال این باشم که این تجربه‌ای که الان دارم روش کار میکنم و به اشتراک بذارم. اکشن زیر کدوم کلیده، به خاطر همین واسه خودم ویل دارم رو مپ میچرخم، ولی میگم اگر سرعت اینترنت خوب باشه خیلی جوابه، یعنی به خاطر اینکه جزئیات بیشتری توی تصویر معلومه موقعی که شما با تو اسکرین بزرگتر بازی میکنی، به خاطر همین خیلی همه کارا خیلی را دسته. خب اینجا یه مانیتوره داریم که اصلا از واجباته، به هر حال نمیشه بدون مایتابه، آدم کم میاره تو بازی بدون مایتابه. من دیدم که به طرف شلیک کردم از پشت خورده به مایتابش نمورده، ولی تا حالا یه نفر از پشت به ما شلیک نکرده بخوره به مایتابه هم، یعنی یه دونه موس دارم که قشنگ جواب نیست، دارم میرم ولی انگار که دارم نمیرم. همه چی بعد
همه چی بد. ولی خب من گرافیکش رو با گیم لوپ هم مقایسه کردم، تو بلو استکس گرافیک بلو استکس خیلی بهتر از گیم لوپ ناکس هم که یه جورایی احساس کردم بیشتر شبیه جوکه. یعنی من دنبال چیم اینجا تو لوت داره به من چی میده؟ خب فعلا تا اینجا بازی دو تا کیل دارم، بریم یکم کیل بگیریم، یه چهار نفر بیان ما رو بکشن. خب اگر بخواییم کنترل موس هم توی بازی دست بگیریم، تب رو میزنید، میتونید کنترل موس رو دست بگیرید، مخور خودمون رو پانسمان کنیم اینجا. خلاصه اینجوریه دیگه. یارمو کشتن، یعنی کلن چهار نفر بودیم، دو تا مون دیسکانکتن، یه نفرم که به فنا رفت. کجا؟ حالا بچه اگر توی بازی خواستین سویچ کنید روی اول شخص بازی بکنید، کافیه که در واقع فقط وی رو بزنید، با وی میتونید سویچ بکنید روی اول شخص. من خیلی اوکی هم. و اگر خواستید دید به اطراف داشته باشید، در واقع سرتون رو بچرخونید، کافیه که آلت رو نگه دارید. آلت رو که نگه دارید میتونید اینجوری اطراف رو نگاه کنید. اصلا ایده ای ندارم که این ویدیویی که دارم میسازم دقیقا چند دقیقه قراره بشه. اوه یه جعبه توشه بکبک لیول 3، خبری هم از انمی نیست، یعنی اینجایی که من هستم اصلا منطقی نیست شیه کسی باشه. آلت بزنیم، در اطراف هم کسی نیست. امیدوارم که بتونم روی این پلتفرم یکم حرفه‌ای تر بشم، یعنی اصلا راضی نیستم. چی شد؟ یه ماشین مرسی.
یکی داشت به من شلیک میکرد، میگه خودش به در و دیوار بود، یعنی احتمال داره که بیان دنبالم که اومدنم. ماشینم رو زدن. حالا اف پیاده میشیم. منفجر شدم. خب همونطور که دیدید به فضاحت بارترین وضع ممکن تلف شدم و کیکوت شدم از بازی بیرون با یه سری نوبتر از خودم که تو بازی بودیم و ترکیدیم. خب مرسی که این ویدیو رو تماشا کردید، امیدوارم که این ایمولیتوری که بهتون معرفی کردم به دردتون بخوره. اگر به دردتون نخوردم رو همون موبایل خوش باشید و حالش رو ببرید. دمتون گرم که این ویدیو رو تماشا کردید. ازتون میخوام که چنل من رو سابسکرایب بکنید. آخرین ویدیو دو تا ویدیو دیگه هم گذاشتم که اگر دوست داشتید میتونید اونا رو هم ببینید. دمتون گرم.